سلام و درود و فاقه، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. آقا امروز دوباره اومدیم همراه مادر عزیزم، میخواییم با یه زن و شوهر ایرانی که سفر کردن، چون گردشگرن دیگه، کشورهای مختلفی رو رفتن. این سری رفتن سمت افغانستان، از سمت هرات رفتن به سمت قندهار اگه اشتباه نکرده باشم. حالا شهرهای دیگه هم اگه رفته باشن، هنوز میگم ندادن ویدیویی ازشون بیرون نیومده. میخوایم ببینیم تجربه سفرشون داخل افغانستان چجوری بوده، مهمون نوازیه که دیدن. والا میگم ما این چند وقتی که خبر میریم، مهمون نوازی درست حسابی بعضی از مردم ایران ما نکردن. حداقل این ویدیوها رو بذاریم که ببینن مهمون نوازی واقعی چیه، بله، که بعضیا میرن داخل افغانستان چجوری باهاشون برخورد میکنن. بله، حرف زیادی نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. افغانستان، کشوری که ما سالها آرزوی دیدنشو داشتیم. سفر ما از تهران با سوار شدن به قطار، یعنی از تهران به مشهد نمیشن، از تهران رفتن سمت مشهد. اونجا چون رفته بودن ویزاشو بگیرن دیگه، به خاطر همین مشهد شروع شد. صبح که رسیدیم مشهد، مستقیم با یه تاکسی رفتیم تربت جام و بعدش هم تایبان. بعد از اون از مرز دوقارون وارد افغانستان شدیم. ویزا رو با $100 از قبل تو تهران گرفته بودیم. اون ور مرز پول چنج کردیم و هر افغانی حدود 700 تومن ما شد. هر افغانی 700 تومنه؟ 700 تا تک تومن یا 700 هزار تومن؟ الان که فکر میکنم تغییر کرده باشه. آره الان فکر کنم خیلی بالاتر باشه. بعد ولی ویزاش هم میگه $100، خیلی ارزونه. ویزاش خوبه. میگم من خیلی آخه یکی به من میگه خیلی بالاتر از این حرفاست. بعد بالاتر رفته. نه اصلا قیمتای بالای 1000 تا به من گفته بود. آره چون داشتم ازش آمار میگرفتم بابت ویزا و اینا. درسته. مثلا چجوری میشه داخل اینترنت چیز درست حسابی من پیدا کنم؟ گفتم ویزا چجوری میشه گرفت؟ چون میخواستم مثلا اقدام بکنیم اینا. گفتم ویزا چقدر؟ گفت $100 چیزه، بالای $1000، ولی الان میگه $100. با یه ماشین ون خطی راهی شهر هرات شدیم و دم غروب رسیدیم به این شهر. اولین تجربه ما از یه شهر افغانستان خیلی برامون جالب بود. ریکشاهای نارنجی رنگ مسافرکش، ازدحام فروشنده‌های خیابونی. از دل من این مال قدیمه، به خاطر همونه که از ماشیناش مشخصه. نه اینم که اگه رفتم باره چند ماه پیشه، اونقدر قدیمی نیست. آره چند ماه پیشه، جدید نه، چند ماه قبل رفتن. خب پس یعنی زیاد فرق نمیکنه. آره میگم اونقدر فرقی نمیکنه. خانمای چادری گاهن برقه پوش آبی رنگ، آدما با لباسهای محلی، تردد ماشینای قدیمی و اسمهای فارسی گاهن جالب سردر مغازه ها با ساخته. هم لحظه ممنون. شب مهمون دوستای خوب افغانمون آقای صف مهمون بچه افغان شدن که بهشون اصلا میگم هر بار که میرن یکی مهمونشون میکنه. یه رستوران با صفای افغانی، قابلی پلو، برنج کچیری، گردن و کلی غذای خوشمزه. روز بعد لباسای محلیمون رو پوشیدیم و رفتیم وزارت اطلاعات برای گرفتن مجوز تردد. تو افغانستان شما وارد هر ولایت که میشی باید مجوز اون شهر رو بگیری، وگرنه اجازه ورود به مکانهای دیدنی رو بهت نمیدن. یعنی چی؟ یعنی هر شهری، هر ولایتی که بخوای بری باید مجوزشو بگیری؟ یه کاغذ بهشون میدن که اینا توریستن، کسی اذیتشون نکنه یا راحت‌تر بتونن. حالا که بچه‌ای که رفتن سمت افغانستان نگفته بودن هر چی حرفی نزده بودن. جزئیاتش قشنگ جزئیات. این داره آره با جزئیات دقیقش داره. مجوز رو گرفتیم و راهی گشت شهر هرات. جای این افغانستان. یکی از چیزهای عجیبی که ما تو شهر هرات دیدیم قدیم مکتبونه بود، جایی که قدیم وقتی هنوز مدرسه وجود نداشت بچه ها رو پیش یه ملا میفرستادن و با یادگیری قرآن و علوم دینی سواد خوندن و نوشتن پیدا میکردن. جالبه که هنوز تو افغانستان مکتبونه ها فعالن و بعضی ها بچه هاشون رو به جای مدرسه. چقدر خوبه که اگه مثلا اینجا یه نفر دیگه، حالا بچه هم نباشه، بزرگم که باشه، بی سواد باشه، بیاد بشینه کنار اینا، هیچ کسی چی بهشون نمیگه. بابا بچه‌ام تازه میگم دارن بهشون آموزش قرآن و اینا مثلا دارن یاد میدن. من یکیشون دیدم کتاب قرآن دستش بود. آره داشت آموزش قرآن بهشون میداد. مکتبخونه میفرستن تا سواد مینی قرآن دست دختراشون. دیدن بچه‌ها که چجور جلوی ملا سر و شونه هاشون رو جلو عقب میبردن و درسشون رو با خوندن قرآن پس میدادن خیلی جالب. ما که پرتاب شدیم به سالهای خیلی دوری که هنوز نبودیم و فقط در موردش از بزرگترامون شنیدیم. جالبه. خیلی
داخل شهر، این الان داخل شهر هرات، هنوز سمت قندهار نرفتن. درسته، ولی ماشاءالله چقدر شلوغه. خیلی شلوغه. غروب وارد اولین شهر افغانستان یعنی هرات شدی. خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. اومدیم یه رستوران در هرات. آها ایمن میزبانه نمونه، فکر کنم باید از این غذا آقا صفا. و آقا صفا البته حبیبم که در حال خوردن سوپ میبینی، شوهرش اون دو نفری هم که اصلا افغان هستن دعوتشون کردن که برای غذا خوردن و مثل همیشه از اون غذاهای خوشمزه. اصلا ببین داخل افغانستان واقعا دارم میگم، هر بار هر کی که رفته بهترین غذا و بهترین جا بردنشون. یعنی اونقدر حالا شاید نمیگم خیلی لاکچری باشه، ولی باز بهشون چیز کرد. حالا ما جلوی مهمون خودمون اینجوری غذا نمیذاریم، مگه دیگه خیلی مهمونه ویژه باشه. حالا این رستوران رفته ولی خب واقعا خیلی بده. رستوران هم برم میگن دنگی دونگی داخلی. غذا، غذای محلی و غذای ایرانی با هم دیگه پاتیشه. ایرانی و چیزه؟ این برنج کیچریه، از نوع برنجش لیلافره، ما لیلافر میگیم، لیلافر مخصوص مردم هراته و اینم برنج قابلیه که از شمال افغانستان مردمان ازبک دو سه مدل برنج از شهرهای دیگه. آره خیلی جالب شد، از چیزهای مختلف رو داره نشون میده. از آب گوشت استفاده شده، خیلی جالب، گردن و گوشت و جوجه و همه با هم. خیلی ممنون. ما اومدیم وزارت اطلاعات و فرهنگ شهر هرات یه نامه گرفتیم که در طول اقامتم در شهر هرات به مشکلی برنخوریم. پس هر شهری، هر ولایتی که مثلا چیز میکنی درسته. اونجا باید بری یه نامه بگیری از وزارتش دیگه. درسته. جالب شد تو این یه چیز جدید نمیدونستم. من فکرم آب زرشک چی میگه؟ آب هویجه. نه من انارا رو دیدم فکر آره نه من فکرم مثلا چیز دیگه است، ولی این آب هویجه. این رنگی خب. داریم هویج؟ ما سه نوع اگه اشتباه نکنم هویج، رنگای هویج فرق میکنه. من تو عمر کل زندگی یه مدل نارنجی بیشتر ندیدم. چجوری باید باشه؟ سه نوع رنگ داره من دیدم. جالبه. بازارهای آره. بیشتر هم باشه زده بازارهای هرات. حالا با ایرانه دیگه قدیمی طوری. بوی فراموش نشدنی هنوز به صورت سنتی پخ میشه. خیلی خوشمزه است. اومدیم بستنی هراتی بخواییم به اسم شیریخ، میگن به شکل خاصی درست. آره اینم شنیدم شیریخ خیلی معروفه اصلا داخل افغانستان، خیلی اصلا نه. من ولی میگم تنها جایی هم که اصلاش داخل افغانستان، ایران اصلا نداره همچی چیزی مخصوص. آره فقط داخل خود افغانستانه. اینم همون شیریخ که محتویاتش چیه؟ در هرات قرار بود ما تجربهش کنیم. ظاهرا یخه با شیر قاطی کرده. نمیدونم بچه یه جور خاصی درست میشه. آره بچه بگید تو کامنت دستور مثلا چیزی چیه
مثلا شیر خامه است چی آخه من نمیفهمم که همه بستنی ها همین جوره، اونام شیر خامه. نه نه اصلا میگن فرق میکنه، میگن اصلا با بستنی، میگم این چیزی که من اگه یادم باشه میگم با بستنی فرق داره مزه‌ش. اصلا جالبه وای مساکی هستش که تو داری اینا سرقه میگم اینا بسته ای دارن میفروشن دیگه، خیلی هم تمیز میکنه والا. من میگم من اولین باری که دست دادم من میخواستم بندازم آشغالی یه دفعه تو به من گفتی چی؟ ما از هرات راهی قندهار بودیم. آن دارم میرن سمت قندهار. جنگ تو بعضی جاها شرایط خوبی نداشت و تو جنگ و سیل از بین رفته بود. یه جا برای شام و نماز واستادیم. داخل رستوران با در و دیوار رنگی قشنگ سفره درازی زمین پهن شد. مسافرها ردیف کنار هم نشستن و با انگشتای دست ماهرانه غذا خوردن که برای ما خیلی جالب بود. نیمه شب رسیدیم قندهار رو توی یه مسافرخونه اتاق گرفتیم. صبح که بیدار شدیم حالمون همچی خوب نبود و انگار مسموم شده بودیم. اون روز مسموم غذایی شده بودن توی رستوران. همش چیزش. خوابیدیم و فقط گاهی از پنجره بیرون نگاه کردیم. غذا بهشون نفهمیدیم. روز بعد که حالمون خوب شده بود پیاده راه افتادیم تو کوچه بازار شهر تا بیشتر زندگی واقعی مردم تجربه کنیم. قندهار دومی شهر بزرگ. ما همیشه اینو میگیم که میگیم که وقتی که جا به جا میشیم آب میشیم. فکر کنم همونجوری شد چون اگه مسموم غذایی شده باشه اصلا بلند نمیشه. چون سه نفرم بودن. بعد میرفتن بیمارستانی چیزی اینجوری. بله نمیشه. جمعیت افغانستانه که زادگاه خیلی از بزرگا و سیاستمدارهای مهم این کشور بوده. بیشتر مردم پشتوان و کمی بلوچ و هزارو و تاجیک هم اونجا زندگی میکنن. جاهای معروفی مثل مسجد سور، خرقه شریفه، احمد شاه بابا هم رفتیم که با توجه به فضای امنیتی و جو خاصی که تو این شهرها که خیلی نتونستیم فیلم و عکس بگیریم. یه جا چند نفر نظامی هم جلومون رو گرفتن و بعد از چک کردن پاسپورت ها و کلی سوال و جواب بیخیالمون شدن و رفتن. هنوزم عطر و بویی که وقتی از کنار نونوایا رد می شدیم از یادمون نرفته. ببین زده این داستان ادامه داد. میگم خیلی پس جاها رفتن بهشون اجازه فیلم برداری نداده بودن. ولی خیلی خوبه که قشنگ با جزئیات میگه. آره میگم برعکس بقیه که رفته بودن اونا فقط میرفتن جاها رو نشون میدادن اصلا یه چیز چرت و پرتی، ولی اینا دیگه اومدن با جزئیاتش نشون دادن دیگه که مثلا بخوای بری داخل شهر بعد اینجا رو بگی. میگم اینجوری خوبه به نظر من. درسته. بری داخل شهر اون چیزی که مردم دوست دارن رو ببینی، اون چیزی که واقعا نیازه کسی که میخواد برسن تفاهم اطلاعات به دست بیاره. درسته. اینجوری ول نکنه. بچه امیدیم خوشتون اومده باشه. میگم اینم یه خانم آقای ایرانی بودن که سمت افغانستان رفتن، مهمون نوازی افغانستان رو میخواستیم. دوباره میگیم میخواییم از این قضیه هایی که همش اخراج و نمیدونم کتک زدن و اینا بیاییم بیرون، فقط به خبرهای خوب دیگه ریاکشن بریم دیگه. امیدوارم که اینجوری باشه. میخوایم اینجوری باشه که اتحاده دوباره برگرد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب این ویدیو یادتون نره. مثل همیشه خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.